اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب هشتم ماه ربیع الاول است، شب شهادت پدر بزرگوار امام زمان ارواح نافداه حضرت امام عسکری علیه افضل التحیه و الثناء، امامی که در 28 سالگی و جوانی به شهادت رسید و در میان ائمه کمترین دوران امامت رو داره. امامت ایشان 6 سال بوده، از 22 تا 28 سالگی، که از همه امامان دوران امامت ایشان کوتاه‌تر بوده. چند تا ویژگی داره زندگی امام عسکری که دوران ایشون رو حساس میکنه. من اینا رو خدمت شما عرض کنم. اولا آخرین امامی است که در بین مردم حاضره، یعنی همه میدونن امام دوازدهم غیبت میکنه، چون پیغمبر فرموده، امیرالمومنین فرموده، تقریبا همه ائمه گفتند. پس اولین آخرین امامی که حضور فیزیکی بین مردم داره و بین شیعه داره امام عسکری است. نکته دوم، همه میدونن ایشون پدر آخرین امامه و امامی که بعد از ایشونه امامیه که بالاخره قیام میکنه. حالا اون زمان که مردم نمیدونستن اینقدر غیبت طول میکشه، ولی به هر حال این تو همه جامعه مطرح بود که ایشان فرزندی دارد که اون فرزند دنیا رو پر از عدالت میکنه و ستمگران رو نابود میکنه. اینم حساسیت دوم. حساسیت سومی که در دوران ایشون هست، خب ایشون حضورشون در سامراست، هیچ مسافرتی ندارن، حتی مکه هم نرفتن، حج هم نرفتن. تقریبا از 5-6 سالگی ایشون با پدرش آمده سامرا و تا آخر عمر در همین شهر مانده. تقریبا بیش از شاید 20 سال، بیشتر از 23-24 سال از عمرشون رو در شهر سامرا بودن. اینم حساسیت دیگری است که در دوران ایشون هست. نکته دیگر، شیعه در اون زمان گسترش پیدا کرده، فرق میکنه با زمان امام حسین یا با زمان امام سجاد. بغداد، قم، نیشابور، اهواز شیعه های زیادی داره. در همین قم امام عسکری ده ها صحابی داره، تا 75 نفر هم اسامی یاران ایرانی امام عسکری رو نوشتن که خیلی هاشون قومی هن. احمد ابن اسحاق اشعری، سهل ابن زیاد، علی ابن رعیان، سعد ابن عبدالله، علی ابن بابویه قمی، یه تقریبا آمار عظیمی از اصحاب امام ایرانی هن. و مرحوم شیخ مفید تعبیرش اینه، میگه کوفه از بزرگترین شهرهای شیعه است، من اکبر مدن شیعه. قم عاصمتون کبرا، پایتختی است از پایتختهای شیعه و علم در اون زمان. و طبیعتا اینا همه زندگیشون رو حساس میکنه.
آخرین امام حاضر در جامعه است، پدر آخرین امام که غیبت میکنه. ایشون در سامرا بوده، همه حضورش تحت نظر. نکته بعدی این که در دوران سه تا از حاکمای بنی عباس که اینا هر سهشون تقریبا ضعیفن، بنی عباس دوران هارون الرشید و مأمون قوی بودن، اما یواش یواش حکومت ها ضعیف شد. زمان معتز، مهتدی و معتمد. انقدر معتز ضعیفه که خود درباریاشو رو کشتن و زنده به گورش کردن، توی یک زیرزمینی دفنش کردن. اینطوری بوده، یعنی حکومت عملا مادر معتز حکومت رو اداره می کرد. مهتدی همینطور، معتمد، یعنی بنی عباس حکومتشون ضعیف شده در دوران ضعف حکومت بنی عباس. خب حالا این آقا باید امام زمان رو آماده کنه، مردم متوجه کنه که بعداً منکر نشن بگن پسری نداره. از طرفی این شخصیت بزرگوار تنها هم است. خب برادری دارد به نام سید محمد، قبل از خودش از دنیا رفته و طبیعتاً این برادر بزرگتر بوده، پشتوانه بوده، از دنیا رفته. یه برادر دیگه هم دارد به نام، اینا چون کلن فرزندان امام هادی علیه السلام، سه تا پسر بیشتر نیستند. یکی سید محمده که قبل از شهادت امام هادی از دنیا رفت، یکی امام عسکریه، یکی هم هست به نام حسین که حالا امام عسکری حسن نام داره، اون حسین، به اینا میگفتن حسنین. امام هادی به نام امام حسن و امام حسین دوتا رو نام گذاشت. سه تا پسر که حالا یکیشون از دنیا رفت، این دوتا بزرگوار هستن. امام اونم در محاصره، در سختی شیعه. حالا با این مقدمه من سه چهار تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. این مقدمه عرض من بود که خلاصش این است که دوران امام عسکری دوران بسیار سختیه. هم امامت ایشون کوتاه 6 سال، هم آخرین امام حاضر در جامعه است، حاضر یعنی حضور بین مردم، غیبت نداشتن، هم پدر امام زمان حساسیت داره و هم فرقه های انحرافی زیاد شده. اگر من بخواهم در چند قسمت کارهای امام عسکری رو برای شما توضیح بدم، اینطوری میگم: یک، زمین سازی برای آقازاده شون امام زمان ارواح نافده. خب یک سال بعد از امامت امام عسکری، یعنی سال 255، امام زمان به دنیا اومد. نمیشه که به همه نشون داد، نمیشدم که نشون نداد، نشان ندی میگن امام زمان به دنیا نیامده. کما اینکه همین الان خیلی از آقایان اهل سنت معتقدن امام زمان هنوز به دنیا نیامده. ایشون فرزند امام عسکری نیست، هست همچین امامی اما به دنیا نیامده. خب خطر کشتن وجود داره، حفظ باید بشه، حفظ جان امام زمان. یه امامی که اساره 11 امامه، اساره همه انبیاست، یه امامی که همه ائمه براش خبر ازش دادن، گریه کردن، ندبه کردن، گفتن چقدر دلمون میخواد تو رو ببینیم. امام زمان وقتی، امام هشتم وقتی اسمشو میشنوه دستشو رو سر میذاره قیام میکنه. حالا این امام تو خونه امام عسکری به دنیا اومده، چه باید کرد؟ کاری که امام عسکری کرد، ایشون رو به خواص نشون داد، یعنی به اونایی که بهشون مطمئن بود، یقین داشت. یکی از اینا عثمان ابن سعیده. عثمان ابن سعید بسیار آدم خوبیه، وکیل امام عسکریه، بعدن هم وکیل امام زمان شده. ما توفیق داشتیم یه بار سر قبرش رفتیم توی بغداد. یه وقت تشریف بردید عراق، یه ماشینی بگیرید بغداد، سر قبر این چهارتا نایب برید، نواب اربعه. یکیش همین عثمان ابن سعیده، یکیش پسرش محمد ابن عثمانه که الان جمهوری اسلامی اونجا براش حرم ساخته، زریح ساخته توی بغداد. یکی حسین ابن روحه و یکی هم علی ابن محمد سمری. این چهارتا نایبای امام زمانن تو اون 69 سال، نایب خاص. این عثمان ابن سعید
نه تنها وکیل امام زمانه، وکیل امام عسکری هم بوده. ایشون میگه من با 40 نفر رفتیم خانه امام عسکری و نشستیم. هدف اصلیمون هم این بود که ببینیم ایشون فرزندی داره یا نه، امام بعد از ایشون کیه. حالا من متن روایت رو میخونم برای شما. میگه من به امام گفتم اريد ان اسالك عن امر انت اعلم به مني. آقا ما 40 نفر اومدیم خدمت شما، یه سوالی داریم، شما میدونی سوال ما چیه؟ امامی حجت خدایی نیاز نیست ما بگیم. امام فرمود اجلس یا عثمان، بشین. یه من نشستم و فرمود اخبرکم به ما جئتم به، میخواید بگم برای چی اومدید شما تو خونه من امروز؟ گفتم بله یا ابن رسول الله. فرمود اومدید بپرسید از امام بعد از من، عن الحجت من بعدی. گفتم بله آقا، ما دقیقا برای همین آمدیم، دیگه به قول خودمون رومون نشد چیزی بگیم و یه خورده تردید داریم، بالاخره شما از دنیا برید امام بعد از شما کیه. میگه آقا رفت تو اتاق و برگشت، فاذن غلامون که انهو غتا و غمر. یه وقت دیدم یه آقازاده 3-4 ساله‌ای مثل ماه میدرخشه بغل آقاست. آقا اومد بیرون، اشبه الناس به ابی محمد، مثل باباش بود، عین امام عسکری. آقا فرمودن هازا امامکم من بعدی، ایشون امام من بعد از شما، و خلیفتی علیکم، ایشون جانشین منه، فلا تتفرقوا من بعدی، بعد از من تفرقه نکنید، اختلاف پیدا نکنید. امام میدونست عمرش کوتاه، ایشون امامه. الا و انکم لا ترونه بعد یومکم هازا، دیگم بعد از این ایشونو نمیبینید. یعنی این آقازاده اینطور نیست که شما هر دفعه بیاید خونه من به شما نشونش بدم. این عثمان ابن سعید نقل کرده، میگه ما 40 نفر ایشونو دیدیم که به دنیا آمده بود. داستان دوم از احمد ابن اسحاق اشعری قمی است. احمد ابن اسحاق همین آقایی است که این مسجد امام رو به دستور امام عسکری ساخته. ایشون 4 امام رو درک کرده، مورد تأیید کامل امام هادی و امام عسکری. مرتب از این قم برای امام عسکری پول می برد، خدمت آقا می رسید. الانم قبرش تو سرپل ذهابه، یه همایشی هم براش گرفتن چند سال قبل تو کرمانشاه، کتاباش چاپ شده. یه وقتی حالا عراق تشریف میبرید سرپل ذهاب بپرسید، قبرش اونجا حرم داره، زیارتگاه داره. این خودش میگه من آخرین سفری که رفتم، یعنی سفری آخری که رفت، بله اون کنگره سال 1789 در کرمانشاه برگزار شد، کنگره بین المللی احمد ابن اسحاق اشعری قمی که در کرمانشاه برگزار شد و قبرش هم تو سرپل ذهاب. ایشون سفری که رفت سامرا، آخرین سفری که خودش میگه رفتم، در اون سفر میگه ما خدمت آقا رسیدیم و یه سری پول از قم برده بود دیگه ایشون، میگه اینا رو تحویل دادم و نشسته بودم. آقا فرمودن یا احمد ابن اسحاق ان الله تعالی لم یخل الارض منذ خلق آدم من حجت الله، خدا از روزی که زمین رو خلق کرده از حجت خدا خالی نگذاشت. روزی که آدم، اولین انسانی که روی زمین اومده پیغمبر بوده، آخرین انسانی هم که از دنیا میره امامه. 2 نفر رو زمین باشن، یکی امامه یکی معموم، کما اینکه حضرت آدم امام بود و حوا معموم. خدا زمین رو هیچ وقت بدون حجت نمیگذاره. میگه اینو که آقا فرمود من چیزی نگفتم، ولی آقا خودش رفت داخل اتاق، فنهزم مسرعا، با سرعت آقا بلند شد رفت داخل اتاق. دیدم یه آقازاده ای رو روی شانش گذاشته، اونم اون موقع هم 3-4 سالش. آقا وارد شد، میگه چهره نورانی. آقا به من فرمودن یا احمد، احمد ابن اسحاق، انهو سمیع رسول الله، این پسر من، نامشم نام رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. و کنیهو،
یعنی کنیش هم کنیه پیغمبره. امام زمان ابوالقاسم کنیش، نامش هم نام رسول خداست. منطبه ما گفتن در دوران غیبت اینا رو به کار نبرید فعلا، شما نه نامشو نه کنیشو در دوران غیبت نگید. حالا در دوران ظهورشون به نام پیغمبر خوانده میشه، نامش نام رسول خداست، کنیش هم ابوالقاسم. یملع الارض قسطن و عدلن کما مل از ظلمن و جورا، این پسر من دنیا رو پر از عدالت میکنه. بعد آقا فرمودن مثل این پسر من مثل دو نفره، یعنی این شبیه دو نفره. مثله فی هذه الامه مثل الخضر و مثل ذوالقرنین، یکی شبیه حضرت خضر یکی هم ذوالقرنین، که میدونید الان خضر زنده است، عمر طولانی کرده، ذوالقرنین هم عمرش طولانی بوده. بعد آقا فرمودن به شما بگم، حالا هنوز امام زمان 3-4 سال داشت، بغل باباش بود، این پسر من غیبتش طولانی میشه، خیلی طول میکشه. و کسانی در دوران غیبت سالم میمونن که به امامت ایشون قائل باشن، شک نکنن، تردید نکنن و خیلی دعا کنن برای فرجش. فرمود احمد ابن اسحاق، کسایی که دو تا ویژگی دارن دوران غیبت هلاک نمیشن. یک، ثبته الله علی القول به امامته، شل نشن نگن ای کو امام زمان بی خود، اگه بود میامد. دو، وفقه للدعا به تعجیل فرجه، خیلی هم دعا کنن برای فرج امام زمان و ظهورش. احمد ابن اسحاق میگه من اولین بار بود اینا رو از امام زمان عسکری میشنیدم، من بازم اومده بودم سامر را ولی این مطالب رو نشنیده بودم، خیلی برام جالب بود. یه آقازاده 3-4 ساله رو دوش باباش امام داره معرفیش میکنه. تو دلم میخواستم یه نشانه‌ای و علامتی هم از خودش داشته باشم، یعنی خود این آقازاده. حالا من عبارتشو میخونم، میگه گفتم یا مولای، آقا جان، امام عسکری، هل من علامت یطمئن الیها قلبی. ما که حرف شما رو قبول داریم، شما امامی، حجت خدایی، میگی ایشون امامه، ما هم قبول داریم، ولی میخوام دلم صفر بشه، محکم بشه، میشه یه علامتی هم از خود این آقازاده داشته باشم. میگه تا این جمله رو گفتم، فنطق الغلام بلسان عربی فصیح، یه وقت دیدم لبهای مثل گل این آقازاده 3-4 ساله باز شد، فرمود انا بقیت الله فی ارضه والمنتقم من اعدائه. احمد ابن اسحاق شک نکن، من بقیت الله هم، من منتقم از خون دشمنانم. خب ببینید، این کار امام عسکری است، هم میخواد حفظ بشه امام زمان، هم میخواد خواص متوجه بشن. بالاخره این شخصیت به دنیا اومده، پسر ایشونه، به هر حال سابقه داشته بازم امام در کودکی. امام هادی هم 8 سالشون بوده امام بودن، امام جواد هم 7 سالشون بوده امام بودن. اما خب داستان امام زمان فرق میکنه، آخرین امامه، آخرین امامه، دشمن در کمینه، امام عسکری در سامراست، یک شهر کاملا نظامیه، تحت نظره، چند بار زندان افتاده. لذا این شخصیت بزرگوار به خواص معرفی شد. حالا من یه داستان دیگه هم براتون عرض میکنم، اینم شنیدنیه، جالبه. یکی از فرقه های انحرافی اون زمان، خوب گوش بدید، خب انحراف آقا همیشه بوده، مگه الان نیست؟ مگه الان تو جامعه، تو همین داعش، جریان یمانی، همین جریان های انحرافی، عرفان حلقه، جریان های مدعی ظهور، چقدر جریان های همیشه بوده. شما ببینید زبان حضرت موسی، ایشون رفت میقات، برگشت چند هزار نفر گوساله پرست شده. نگران نباشید، دین خدا همیشه حفظ میشه. خدای تبارک و تعالی قول داده ان الله یدافع عن الذین آمنوا، ممکنه کم رنگ بشه اما از بین نمیره، حفظ میشه. ان تنصر الله ینصر، همیشه بوده. حالا من اگه فرصت بود این فرقه های انحرافی زمان امام عسکری رو میگفتم، میدید چقدر زیاد بوده، اما شیعه حفظ شده.
یه اینو داشتم عرض میکردم، یه فرقه انحرافی اون زمان بود به نام مفوضه یا مقصره. مفوضه یا مقصره کسانی هن که خدا رو تعطیل میکنن، یعنی میگن بشر اختیار محض داره، 100% خودشه، خدا بشر رو خلق کرده و رها کرده، هر کسی خودش هر کاری میکنه، شبیه یک ساعت سازی که خالق ساعت هست. اینا الان غربیام تو کتاباشون مینویسن، میگن تعبیرشون اینه، میگن ساعت ساز لاهوتی به خدا. این ساعت سازی که الان این ساعت ها رو ساخته یا ساعت هایی که دست شماست که همراهش نیست، این ساعت دیگه رو دست شما کار میکنه، شما میتونی کوکش کنی، میتونی خاموشش کنی، میتونی دست نکنی. خدا یه روزی عالمو خلق کرده اما کامل دیگه کار دست ماست. این تفکر در مقابل تفکر جبریه است که جبریه میگفتن ما هیچ کاره ایم، 100% خدا میخواد آدم خوب بشه، بد بشه، هدایت بشه، گمراه بشه، شمر درست بشه، امام حسین، اونام ما رو تعطیل میکنن. یعنی این دوتا تفکر، یکیش افراطی یکیش تفریطی، مقصر خدا رو تعطیل میکردن، جبریه بشر رو تعطیل میکردن. البته این تفکر از زمان امام صادق هم بود. امام صادق فرمود جفتش غلطه، لا جبر ولا تفویض، نه ما مجبوریم نه مختار محض، نه بنده نماز میخونم ولی خدا توفیق میده، پیغمبر تیر میاندازه ولی خدا پشتشه، و ما رمیت از رمیت، اگر شما گناه میکنی خودت مقصری، ثواب میکنی شما ثواب میبری، ولی خب در ثواب خدا شریکه چون این توان رو به شما داده، در گناه شما شریک نیست چون بهت گفته گناه نکن. مثل یه پدری که به بچهش پول میده بره دانشگاه، اگه این بچه درس خوند باباش شریک نیست، باباش پول داده، باباش پشتشه، باباش حمایتش میکنه، اما اگه این بچه خلاف کرد به خود به پدرش ربطی نداره، خودش مقصره چون باباش گفته بود خلاف نکن. خدا به ما یه توانمندی داده، زبان داده، گفته دروغ نگو، ذکر بگو. اگه شما باش ذکر گفتی خدا هم هست چون این قدرت خدا به شما داده، ولی دروغ گفتی دیگه نمیتونه بگی خدا هست چون بهت گفته بود نگو، گفته بود نگو. لذا خدا تو قرآن میگه هر چی کار خیر انجام بدید من هستم، ما اصابک من حسنتن فمن الله، اما هر چی گناه کنی خودتی. خیلی هم روشن عادلانه است، ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. اون دستی که امام حسین رو یاری میکنه مثل هر، این دست هر توفیق الهی هم داره، خدا هم پشتشه، این قدرت رو بهش داد. اما اون دستی که سر امام حسین جدا میکنه مثل شمر، نه 100% خودش دخیله چون خدا اجازه قتل مظلوم نداده. حالا یه بحث کلامی سنگینی است، حالا من همینقدر اشاره کردم. یکی از این آدمایی که جزو مقصره بود، یعنی ایشون قائل بود خدا تعطیل، همه کار ما هستیم، به نام کامل ابن ابراهیم. من این قصه رو بگم و دعاتون کنم، خوب دقت کنید. میگه من رفتم خونه امام عسکری یه سری بزنم و یه سوالی هم از امام بکنم که آقا این عقیده ما درسته غلطه. رفتم، امام عسکری نبود، نشستم تو اتاق تا آقا بیاد. یه وقت یه پرده اونجا بود، این پرده رفت کنار، دم اتاق امام عسکری یه پرده بود، منم نشسته بودم با کسی هم حرف نمی زدم، این پرده رفت کنار، من نگاه کردم دم یه آقازاده 4 ساله نشسته. اون آقازاده منو دید، منم ایشونو دیدم. آقا از همونجا که من داشتم میدیدمش، پرده رفته بود کنار، فرمود یا کامل، اولا اسم منو گفت، کذب والله، مقصره به خدا دروغ میگن، دروغ میگن، این که میگن خدا تعطیل ما همه کاریم. حالا این میگه من از تعجب به قول خودم دارم شاخ در میارم، من نه اسمو گفتم نه گفتم برای چی اومدم،
من اومدم از امام عسکری سوالی بکنم. این آقازاده 4 ساله فرمود یا کامل کذب والله، به خدا دروغ میگن، لعنهم الله، خدا لعنت کنه اون کسایی که این حرفو میزنن، بل قلوبنا اوعیه لمشیت الله، قلب ما در پرتو مشیت خداست، یهدی من یشا یذل من یشا. مگه میشه شما مشیت الهی رو، تا مشیت الهی نباشه ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم؟ بله. بعد آقای آیه خوند و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، و میگه من خیلی خوشحال شدم ولی تعجب کردم جوابمو این آقازاده داد. این کیه این آقازاده؟ در همین حال در باز شد و امام عسکری آمد. بلند شدم و سلام کردم و آقا یه لبخندی زد، فرمود یا کامل ماجل جلوسک، چرا نشستی؟ وقد انبعک به حاجته که الحجت من بعدی، امام بعد از من مگه جواب تو نداد؟ فهمیدم که این آقازاده امامه و پسر ایشون. فرمود چرا نشستی؟ مگه جواب تو از این آقازاده من، از این پسر من نگرفتی؟ که کامل ابن ابراهیم عقیدش اصلاح شد و بعد از اونم میگه من دیگه ایشونو ندیدم، دیگه هر چی رفتم خونه امام عسکری این آقازاده رو ندیدم. خب اینایی که عرض کردم چند جمله بود، حالا یه قدری بحث تاریخی شد. یکی از اقدامات مهم امام عسکری این بود که زمینه رو برای آقازاده شون فراهم کنه. لذا اینم که شما الان شنید از مداح اهل بیت، این تعمد بود که امام موقع مرگشون فرمودن به پسرم بگید بیاد، چون ایشون یک در واقع برادری دارد. عرض کردم اینا سید محمد یه برادرشونه که از دنیا رفت، حسین یکی دیگه از برادران ایشونه، خود امام هادی، یه برادرم دارن به نام جعفر، که این جعفر خب حالا توبه کرده بعدن یا نه نمیدونم، ولی اون موقع با امام عسکری و امام زمان مخالف بود. برای این که این جعفر که پسر امام هادیه و عموی امام زمانه و برادر امام عسکری است، مدعی نشه تو امامت، امام عمدن فرمودن برید به پسرم بگید بیاد آب بده به من، کنار من باشه، و امام زمان نماز خوند فردا بر پدر بزرگوارش. این یه نکته ای که من راجع به امام عسکری میخواستم عرض کنم، زمین سازی امام عسکری برای فرزندشون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی محمد و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خب امام عسکری چون بین مردم نبودن، مدینه که نبوده، ایشون تمام عمرش تقریبا سامرا بود، امامتش هم کوتاه، خیلی هم مردم امکان رفت و آمد با ایشون نداشتن، یه سری پیام برای شیعه داده. همین مردم آوه قم، خود قم، این آقا علی ابن بابوی که اینجا دفن پدر شیخ صدوق، امام عسکری پیام هایی برای اینا داره، اینا تو تاریخ اومده. من یکیشو براتون میخونم عزیزان، این حدیث امام عسکری است که اسمشو میذارم انتظار امام عسکری از ما. فرمود شیعه علی، کسایی که میگید ما شیعه امیرالمومنین هستیم، این کارا رو بکنید. یؤثرون اخوانهم علی انفسهم، مردم رو بر خودتون ترجیح بدید، یعنی حقوق مردم، نیاز مردم. یکی از ویژگی های امام عسکری، یکی از انتظاراتش از ما این است که مردم رو بر خودمون یعنی ایثار داشته باشیم، ترجیح بدیم. دو، و هم الذین لا یراهم الله حیث نهاهم، هر چی خدا گفته نه اونجا نباشید، گفته دروغ نه شما دروغ نگید، شراب نه اونجا نباشید، فساد نه، بدحجابی نه، هر چی گفته نه. خدا یه سری نه داره تو قرآن دیگه، مسخره نکنید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، اونجایی که خدا گفته نه شیعه علی اونجا نباید باشه. دو، ولا یفقدهم حیث امرهم، هر کجا خدا گفته آره، نماز، روزه، خمس، زکات، اونجاها باشید. همین یه کلمه رو شما از من بگیرید بسه.
گفت که در خانه اگر کس است یک حرف بس است. ببینید چقدر قشنگه، یک کلمه. آقا خدا یه سری امر داره یه سری نهی، روشن هم هست، همه تون هم بلدید، اصلا نیاز نیست ما بگیم. من الان اینجا اگر از شما بپرسم همه تون جواب میدید. دروغ نه، غیبت نه، شراب نه، فحشا نه، ربا نه. اصلا نمیخواد من توضیح بدم، یعنی لیستشو که بگم شما خودتون یکی یکی میگید کدوماش نه. یه سری هم آره داره، یعنی باید نماز، باید روزه، باید خمس، باید زکات، باید ادب. امام عسکری فرمود شیعه یک کلمه، اون جایی که خدا میگه نه نباشه، اون جایی که میگه آره باشه. این شاخصه شیعه است، این انتظار امام عسکری از ماست. فرمود شیعیان ما اون جایی که خدا امر کرده حضور دارن و اون جایی که خدا نهی کرده حضور ندارن. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. خب صاحب عزا امام زمانه، طبیعی است که بیشتر باید تکریم بشه، تجلیل بشه. آقامون امشب عزا داره، پدرش رو از دست داد، اونم 5 ساله گرد یتیمی کشیده، اونم پدر جوان 28 ساله، 28 سال سنی نیست، عنفوان جوانی. تحقیقم اختزا می کند که امام زمان یک اولاد بیشتر نداشته، گرچه اولادهای دیگه هم به ایشون نسبت میدن، ولی تحقیق اختزا میکنه امام زمان تنها فرزندش ایشونه، یعنی امام عسکری عز میخوام، تنها فرزندش امام زمانه که 5 سال داشت. خب معتمد عباسی آقا رو مسموم کرد، یه جوان به این سادگی دستش نمیلرزه، رعشه نمیگیره، اما اونقدر سم تو بدن امام اثر کرده بود که دست امام این اواخر لرزه گرفته، نحیف شده بود، لاغر شده بود، به بستر افتاده بود، حتی ظرف آب رو نتونست نگه داره. اینقدر امام در اثر این سم اذیت شده بود. آقا جان امام زمانی، ابن الحسن 5 ساله یتیم شدید، اومدید آب برای پدر آوردید، شربت آوردید، نماز خوندید، هر شکلی بود در کفن و دفن پدرتون شرکت کردید. سخت، شما میفهمید سخت 5 سال یتیم شدن یعنی چی؟ شما متوجه میشید پدر از دست دادن تو کودکی یعنی چی؟ آقا جون من چند تا اولاد به همین سن و سالم میشناسم تو مدینه مادر از دست داده، اونها تو دل شب برای مادر گریه می کردن، اونها آهسته گریه می کردن، ام کلثوم، زینب، امام حسن، امام حسن. با همه سختی که امام عسکری تو سامر را داشت، اعلام تشییع جنازه عمومی شد، گرچه ایشون تو خونش دفن شد، ولی جمعیت زیادی سامر را جمع شدن، بدن امام عسکری رو برداشتن، گفتن این آقا مهمان این شهره، تنها نباشه، غریب نباشه. ابن الحسن بدن مادرتون و شبانه 7 نفر برداشتن، غریبانه برداشتند، تشییع جنازه 7 نفره. جدتون امیر المومنین بدن مادر جوانتون و شما، پدرتون جوان بود 28 سال، مادرتون هم جوان بود، بدن مادر رو میان قبر تنها گذاشت، حاجب الحزن، غمهای عالم به دلش نشست، صورت رو خاک قبر زهرای جوانش گذاشت. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. تا انشاءالله.